چگونه از خود در برابر رعد و برق محافظت کنید. تخمین زده می شود که سالانه در حدود 24,000 نفر در اثر صاعقه جانشان را از دست می دهند. به همین دلیل هر فردی که در منطقه مرتفع زندگی می کند باید از خطر این پدیده جدی آگاه باشد. در این ویدیو روی جریان رعد و برق در داخل خانه و در بیرون از خانه صحبت خواهم کرد. برای همکاری با ما لطفاً کانال نگاه نو را لایک و سابسکرایب کنید. تخمین زده می شود که سالانه در حدود 24,000 نفر در اثر صاعقه جانشان را از دست می دهند. به همین دلیل هر فردی که در منطقه مرتفع زندگی می کند باید از خطر این پدیده جوی آگاه باشد. زمانی که رعد و برق شروع می شود و شما در داخل خانه هستید، دروازه و کلکین های خانه خود را ببندید و از جریان هوا در داخل خانه جلوگیری کنید. در هنگام رعد و برق از رفتن در زیر بارش باران خودداری کنید. در جریان رعد و برق از استفاده تلفن ثابت خودداری کنید. خطوطی را که در برابر دلتاژ بیش از حد محافظت نشده اند جدا کنید. در جریان رعد و برق وقت بیرون از خانه هستید، از بایسکل و یا موتورسایکل استفاده نکنید. اگر موتور خاموش باشد و شیشه ها بسته باشند، وسایل نقلیه امن هستند. در جریان رعد و برق هرگز در زیر درخت پناه نگیرید. از مکانهای مانند مناطق کوهستانی یا جنگلی که رعد و برق را جذب میکنند دوری کنید. در جریان رعد و برق از تماس با آب خودداری کنید. در زمان رعد و برق از تیرهای برق یا آنتن دوری کنید. در جریان وقوع رعد و برق از پوشیدن عناصر فلزی برجسته خودداری کنید. در جریان رعد و برق اگر در فضای باز هستید دنبال پناهگاه امن باشید. حیوانات خانگی خود را در مکان امن نگهداری کنید. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر صاعقه این است: اگر در فضای باز هستید و نمی توانید سرپناه پیدا کنید، با حالت اسکات بنشینید، دستان خود را روی زانوهای ضربه‌دری کنید و سر خود را در بین بازوهای خود قرار دهید. مهم است پاهای خود را به هم نزدیک کنید تا اثرات مضر جریان‌های روی زمین ناشی از برخورد صاعقه را کاهش دهید. امیدوارم این موضوع برای شما مفید و ارزنده تمام شود. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم.